دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. نظارگر برنامه متخصصین هستید و مهمان بسیار عزیزی داریم، خانم دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم، عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا و انجمن نورافتالمولوژی آمریکا. خانم دکتر نفیسه هاشمی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس هستند و دارای فوق تخصصی منحصر به فرد در زمینه بیماری‌های عصب چشم و ایشون تنها نورافتالمولوژیست فارسی زبانی هستند که در کالیفرنیا به این کار مبادرت می‌ورزند و مطب فوق تخصصی خودشون رو با نام هاشمی آیکر افتتاح کردند که به آخرین تکنولوژی مجهز هست در زمینه تشخیص و درمان. شماره تلفن هاشمی آیکر رو خدمتون یادآوری میکنم، 818-387-6565 با وبسایت hashemiaiker.com، واقع در 5353 بلبوا بولوار، سویت 110. قطعه رو تقدیمتون میکنیم و برنامه‌ام رو آغاز میکنم و گفتگوم رو با خانم دکتر نفیسه هاشمی. با ما همراه باشید. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. نظارگر برنامه متخصصین هستید و مهمان بسیار عزیزی داریم، خانم دکتر نفیسه هاشمی، که خیلی مقدم میگم خدمتتون. دکتر بسیار خوش آمدید، سپاسگزار از حضورتون. خیلی مقدم، حالتون چطوره؟ متشکر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که شمایی که در منزلتون نشستید و برنامه ما رو نگاه میکنید خوشحال و سلامت باشید و سال 2019 رو با خوشحالی و سلامتی شروع کرده باشید و امیدوارم که سال بسیار خوبی برای همه هموطنان عزیز باشه. همچنین برای شما و خانواده عزیزتون. و ما سخن از سلامتی از هر سخن دیگری خوشتر است و اگر موافق باشید بریم به دنیای چشم پزشکی و در خصوص آلزایمر صحبت بکنیم. بسیاری از بیماری ها روی بینایی تاثیرگذار هستند، از جمله آلزایمر، که سپاسگزار میشم این مقدار در این خصوص لطف کنید توضیح بدید. بله، تنت رو میبینید که سن بشر زیاد شده و امید به زندگی خیلی زیاد شده، برای همین شیوع آلزایمر خیلی زیاد شده. 5.7 میلیون نفر از مردم امریکا مبتلا به آلزایمر هستند. 5.5 میلیون سنشون بالای 65 سال هست و 200,000 نفر سنشون زیر 65 سال هست. میدونید که آلزایمر بیماری هستش که مخصوص افراد مسن هست. حالا چرا شیوع آلزایمر زیاد شده؟ به دلیل این هستش که امید به زندگی زیاد شده و ما تعداد افراد بسیار زیادی داریم که سنشون 65، 70 و حتی بالای 90 سال میرسه و هر چقدر که سن بیشتر و بیشتر بشه احتمال ابتلا به آلزایمر بیشتر میشه. البته خب در بعضی از افراد زمینه ژنتیکی مطرح هست و دلایل دیگری که ما میدونیم که میتونه ارتباط داشته باشه با افزایش شیوع آلزایمر. یکی از دلایلی رو که ارتباط میدن با افزایش شیوع آلزایمر و به عبارتی افزایش عمر بشر، کنترل خیلی خوب بلاد پرشر، فشار خون و دیابت هستش که در سالهای اخیر هم علم بشر خیلی زیاد هست و همین که مراقبت‌های بهداشتی باعث شده که مردم خیلی
به موقع مراجعه بکنن و فشار خون و دیابتشون کنترل بشه و همچنین چربی خون. دیگه این که سرطان هایی که در زمان گذشته باعث مرگ و میر میشد مثل سرطان پروستات و یا کانسر برست الان خیلی به موقع تشخیص داده میشه، به موقع درمان میشه و همه اینها باعث میشه که عمر بشر بیشتر میشه و بیماری هایی که مربوط به کهولت و سن زیاد هست خب شیوعش بیشتر میشه من جمله آلزایمر. و ما میدونیم که در این بیماری علاوه بر این که روی خب اخلاق و شخصیت فرد تاثیر میذاره، روی حافظش اثر میذاره، توی تمام قسمت‌های دیگه بدن هم میتونه تاثیر بگذاره، من جمله دریافت بینایی این افراد کمتر میشه. به این صورت که اولا خب افراد که مبتلا به آلزایمر هستن سنشون زیاده و بیماری‌های چشمی که در سن بالا هست من جمله کاتاراکت، گلاکوما، مکولار دیجنریشن خب در این افراد خب بیشتره به دلیل سن. ولی غیر از مسئله مشکل چشمیشون مسئله دیگه این هست که کاهش دریافت اطلاعات بینایی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه حتی چشمشون هم سالم باشه و خود چشم اطلاعات بینایی رو دریافت کنه ولی مغز نمیتونه این رو پروسس بکنه و در واقع علت مشکلی که اینا پیدا میکنن مربوط میشه به دریافت اطلاعات بینایی. پس یعنی به چشمشون تا حدی بله. مربوط نمیشه. نه، وقتی که ما در مورد عکس العمل هایی بله. که وجود داره در چشم بازتاب پیدا میکنه. بله بله دقیقاً. یعنی اطلاعات بینایی رو نمیتونن پروسس کنن. بله. به عنوان مثال کانکشن به هم میخوره. دقیقاً کانکشن به هم میخوره. به عنوان مثال اگر که این افرادی که مبتلا به آلزایمر پیشرفته هستن نگاه بکنن به اطرافشون، حرکت رو نمیتونن درک کنن. اگه دیده باشین اینایی که سنشون خیلی بالاست شما تلویزیون روشن کنین براشون مثلا فوتبال بزنین کلافه میشن، نگاه نمیکنن و میگن که تلویزیون رو قطع کن، یا بلند میشن میرن. وقتی که حرکات زیادی رو اجسام متحرک رو نگاه میکنن این کانکشن رو نمیتونن برقرار کنن توی مغزشون، به این صورت که در واقع دنیای پیرامونشون رو، دنیای اطرافشون رو به صورت اجسام ثابت میبینن و نمیتونن اینها رو، این حرکت رو نمیتونن خوب درک کنن. و دلیل اینم که اینها میرن خارج از خونه و گم میشن همین هست. اینه که این ارتباطات رو نمیتونن توی مغزشون داشته باشن و خب میرن و دیگه نمیتونن راه برگشتشون رو پیدا بکنن. آیا مسئله رانندگی به چه صورت هست؟ چون دید محیطی مقدار بله. اینطور که میدونم و بله. لطف کردید در گذشته هم توضیح دادید محدود میشه. بله. این مطمئناً روی رانندگی هم میتونه بله بله. تاثیرگذار باشه. این مقدار توضیح بدید. بله. نکته بسیار مهمی رو شما مطرح کردین و اون رانندگی هستش. این افراد علاوه بر اینکه قضاوتشون یه مقدار مختل میشه مشکلات بینایی پیدا میکنن که واقعا باعث میشه که رانندگیشون رانندگی خطرناکی باشه. مثلا بسته به این که کدوم نیمکره مغز شروع بکنه به اتروفی شدن، شرینک شدن یا کوچیک شدن، اینها ممکنه دید محیطیشون رو در سمت چپ و یا در سمت راست از دست بدن. وقتی که ما ویژوال فیلد میگیریم از افراد مبتلا به آلزایمر اکثرا متوجه میشیم که یک طرف رو خوب نمیبینن و طبیعتا فرض کنید اگر یه نفر سمت چپش رو خوب نبینه اگر بخواد رانندگی بکنه مسلماً اون اجسام متحرک که سمت چپ هستن، ماشینایی که از سمت چپ میان رو نمیتونن ببینن و خب خطر تصادف هست. و یا افرادی که مشکل بیناییشون در سمت راست هست همچنین مرتب وقتی که قدم میزنن چیزی از سمت راست بیاد بهش برخورد میکنن و اون اجسام رو نمیتونن ببینن. مسئله دیگه ای که غیر از حرکت و از بین رفتن دید محیطی مشکل دیگه ای که براشون پیدا میشه دید رنگی هست. به این صورت که بعضی از رنگ ها رو دیگه خوب تشخیص نمیدن. کلن با افزایش سن تشخیص رنگ ها یه مقدار مشکل پیدا میکنه در همه افراد، ولی در افرادی که دچار آلزایمر هستن بیشتر اختلال دید رنگی پیدا میکنن، مخصوصا رنگ های تو مایه های آبی و بنفش رو کمتر اینها میتونن تشخیص بدن. رنگ های تو مایه های قرمز و نارنجی
باشه و یا تو مایه سبز رنگ باشه یه مقدار راحت‌تر هستش تشخیصش براشون. مسئله دیگه‌ای که پیدا می‌کنن کانتراست سنسیتیویتی، یعنی اون تفاوت بین سایه روشن رو اینا به خوبی نمیتونن تشخیص بدن و همین میتونه مشکلات زیادی رو برای اینها پیدا بکنه. بسیار ممنون و بفرمایید دکتر که خب این مشکل تشخیص رنگ نداشتن چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه برای اونها، چه مشکلاتی رو میتونه براشون به وجود بیاره؟ افرادی که کانتراست سنسیتیویتی یا در واقع تشخیص سایه روشن رو اینها از دست میدن میتونن واقعا توی زندگی روزمرهشون مشکلات زیادی داشته باشن. اینها فرض کنین از پله میخوان بیان پایین، ممکنه که نتونن این تشخیص بدن که اینجا پله هست و بخورن زمین. برای همین خیلی میافتن و خب میدونین در سن بالا افتادن همانا مشکلات بعدی پشت سر هم پیدا میشه. مسئله دیگه این هست که اینها حس عمق رو ندارن و مثلا یکی از چیزهایی که بارها دیده شده در افراد آلزایمر اینه که مثلا دارن قدم میزنن و اینا نمیتونن این درک رو داشته باشن که این لبه فرض کنین قالی که تمام میشه خب ارتفاع آنچانی نداره، میبینی که پاشون رو بلند میکنن. یعنی این رو نمیتونن درک کنن، تشخیص ارتفاع رو ندارن، تشخیص رو ندارن. بعد جایی که باید پاشون رو خیلی بلند کنن نمیکنن، به خاطر اینکه اگر که رنگش مناسب نباشه، این تفاوت رنگ مناسب نباشه، ممکنه که اصلا این درک رو نداشته باشن. و یا اینکه فرض کنین یه گلی روی قالی باشه که یعنی گل داخل قالی کار شده، ممکنه احساس کنن که این برجسته است و برن سعی کنن این رو بچینن. یعنی این مشکلات درک بینایی، حس عمق، نور، کانتراست سنسیتیویتی و نفهمیدن حس حرکت، اینها مشکلات بسیار زیادی برای این افراد پیدا میکنه. و ما میدونیم که خب یک قسمت مسئله خودشون هست و اینکه سیفتی ندارن، در معرض خطر افتادن هستن، و مسئله دیگر نگهداری این از افرادی که مبتلا به آلزایمر هست بسیار مشکل هستش، برای اطرافیانشون، برای خانواده هاشون بسیار سخت هست و هزینه‌ای که دولت امریکا ارزیابی کرده این هستش که در سال 54 بیلیون دلار هزینه میشه برای نگهداری افراد مبتلا به آلزایمر. متاسفانه رو به افزایش هم هست. بله. با عرض تأسف و خب چیزیست که وقتی به وجود بیاد روی قسمت‌های مختلف بدن تأثیر میگذاره، از جمله روی چشم، همطور که دکتر نفیسه هاشمی توضیح دادن. قطعه رو تقدیمتون میکنیم، باز میگردیم و صحبتمون رو همچنان پی میگیریم در خصوص دنیای چشم پزشکی. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. نظارگر برنامه متخصصین هستید و برنامه تقنیمی دکتر نفیسه هاشمی. بینندگان عزیز با شماره تلفن 818-387-6565 و وبسایت hashemiicare.com واقع در 5353 بلبوا بولوار سویت 110. باز هم سپاسگزار و ممنون از شما دکتر نفیسه هاشمی عزیز، از وقتتون قدر میدونیم. سوژه این برنامه ما آلزایمر هست که محبت کردید، توضیح دادید، و حالا سوال بر سر این هست که وقتی آمدن و تشخیص داده شد که متاسفانه این مشکل وجود داره که آلزایمر است که روی برحال دید اونها هم غیر مستقیم تأثیر گذاشته، چه صلاح میتونید از لحاظ رانندگی کردن؟ لطف کنید توضیح بدید. و بعد هم سال بعدی من این هست که چه پیشنهاداتی دارید به این گونه افراد و به خانواده اونها؟ بله. در خدمتتونم. اول اینکه توصیه من این هستش که هر زمانی که تشخیص آلزایمر داده شد باید این افراد
مراجعه به چشم پزشک داشته باشن و یک سری معاینات ویژه باید براشون انجام بشه. باید کانتراست سنسیتیویتیشون رو چک کنیم، دید رنگیشون رو چک کنیم، دید محیطیشون رو چک کنیم و بر اساس دید محیطی این افراد ما میتونیم بگیم که آیا سیف هست که اینها درایو کنن یا اینکه باید رانندگی رو بذارن کنار. به خاطر اینکه میدونید اگر کسی با یک میدان دید ناکامل رانندگی بکنه، هم خطرناک برای خودش هست و هم خطرساز برای اطرافیانش هست. یکی از مسائلی که بارها ما باهاش مواجه شدیم این هستش که افراد مبتلا به آلزایمر، خصوصا اگر که تو سن پایین تر این بیماری رو گرفته باشن، واقعا به بیماریشون اینسایت ندارن، خودشون متوجه نیستن که چنین مشکلی دارن. من همین دیروز یک بیماری داشتم که این بیمار یک خانم تحصیل کرده ای بود که برای معاینه چشم رفته بود پلو یکی از همکارا و وقتی که دید رنگیشو گرفته بودن، دیده بودن که این خانم نمیتونه رنگ ها رو از روی اون کتابی که ما دید رنگی رو چک میکنیم که به صورت شماره های رنگی هست نمیتونه تشخیص بده و این رو فرستادن با تشخیص این که خب دید رنگیش قبلا خوب بوده، الان نمیتونه شماره ها رو بخونه و شاید مشکل عصب بینایی داره. و من وقتی که این خانم معاینه کردم، عصب بیناییش هیچ مشکلی نداشت، آب مرواریدش قبلا عمل شده بود، هیچ مشکلی چشمش نداشت. و وقتی که بهش گفتم که خب حالا این کتاب رو بخون و این عددا رو برای من بخون، چیزی که گفت این که من که رنگا رو میبینم، نمیدونم چرا میگن نمیبینی. و رنگ در رو نشون دادم، گفت خب این رنگ زرده. قشنگ تونست رنگ درهای آفیس من هم که میدونه هر درش یه رنگی هستش، رنگی بله، و گفت آره این در سبزه، این در قرمزه، این در زرد، من همه رو میبینم ولی چرا به من میگن نمیتونی تشخیص بدی رنگ ها رو. و وقتی که این کتاب رو من آوردم، کتابی که ما داریم به این صورت هستش که رنگ، اولا یه رنگ زمینه‌ای وجود داره و این که این عددها به صورت دایره های رنگی کنار هم قرار داده شده که چشم باید تمیز بده. دقیقاً چشم باید تمیز بده که مثلا اینا رو که به هم وصل کنیم چه شماره 2 شماره 3 و بتونن تشخیص بدن. و جالب اینجا که وقتی بهش میگفتی که این چه رنگیه و این چه رنگی، میگفت مثلا این زرده، اینم سبزه، ولی نمیتونست این زردا رو به هم وصل کنه و عدد 2 رو در بیاره. یک خانم فوق لیسانس تحصیل کرده که امریکایی، انگلیسیش، زبان مادریش، و نمیتونست اینها رو تشخیص بده. چرا؟ به خاطر اینکه مغزش دیگه نمیتونست این تسک های کامپلکس بینایی رو انجام بده، نمیتونست نقاط رو به هم وصل کنه و متوجه بشه که این چه شماره ای هست. و بعد بهش گفتم اوکی، تو رنگ ها رو تشخیص میدی ولی نمیتونی عددا رو بخونی که ترکیب رنگ ها هست. و بعد اینو فرستادم برای ویژوال فیلد و وقتی که دید محیطیش رو چک کردیم، کسی که دید مرکزیش 20/20 بود، کاملا نیمه چپ چشم راستش و نیمه چپ با چشم چپش بلک، یعنی اصلا نیمه چپ رو این خانم نمیبینه. حالا چقدر برای خودشون میتونه سخت باشه از لحاظ روحی، یک فشاری. اصلا هیچ آگاهی نداشت، هیچ آگاهی نداشت. بهش گفتم که تو سمت چپت رو اصلا نمیبینی. گفت نه خیلی هم خوب میبینم. گفتم این تست رو ما گرفتیم و هیچ کدوم تو جواب ندادی. بهش میگن همی نگلکت، یعنی که مغز این افراد انتخاب میکنه که هر چی از سمت چپ میاد این اطلاعات رو ایگنور کنه، اطلاعات دریافتی از دنیای سمت چپ یا سمت راست رو کاملا ایگنور کنه و دیگه نبینه. و بسیار جالب هست، یعنی واقعا من با این افراد که کار میکنم و اینا مشکلاتشون رو تشخیص میدم، برای خود من خیلی جالبه. و بعد که به هر حال بهش توضیح دادم، گفتم ببین به خاطر آلزایمر، گفت نه اصلا معلوم نیست من آلزایمر دارم. بعد این لیست داروهاشو نگاه کردم، دارو آلزایمر هم دارن بهش میدن. و گفتم ببین این آلزایمر، تو عددا رو نمیتونی تشخیص بدی، نه اینکه رنگو در واقع نتونی تشخیص بدی، نمیتونی به هم وصل کنی و تو نیمه چپو نمیبینی. حالا کی اومده تو رو درایو کرده آورده اینجا؟ گفت خودم درایو کردم. باور کن یک لحظه تن من لرزید. گفتم اگه پسر من الان تو جاده باشه و این خانومم درایو کنه، این چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ببینید بعضی ها متاسفانه نمیخوان بپذیرن بله. این چیزایی رو. و بهش گفتم این خیلی خطرناکه. گفتم تو حق نداری درایو کنی. گفت تو منو به دی ام وی ریپورت میکنی.
گفتم که نه من ریپورت نمی کنم، ولی از تو انتظار دارم با خانوادت صحبت کنی و این رو در جریان بذاری. و خوشبختانه امروز همسرش که پزشک هست به من زنگ زد، گفت من متوجه شده بودم که یه مشکلی هست و خیلی خوشحالم که شما این رو بهش گفتید. گفتم ببین این وقتی درایف بکنه هم خطرناکه برای خودش هم برای بقیه مردم و واقعا نباید درایف کنه. به هر حال توصیه من این هست که هر موقع که عزیزی دارین که با آلزایمر تشخیص دادین حتما برای معاینه چشم بیارین، ما ببینیم که کاهش دیدش در چه حدی هست، چه کارهایی میتونه انجام بده، چه کارهایی نمیتونه انجام بده، و یک سری توصیه هستش که ما میتونیم براتون انجام بدیم که چه کارهایی بکنین که خونه رو برای اینها سیف بکنین، چه رنگهایی استفاده کنین، چه وسایلی استفاده کنین تا اینکه کانتراست ایجاد بکنین. و واقعا اگر که دیده محیطیشون از دست رفته به هیچ وجه نباید درایف کنن، بسیار خطرناکه برای خودشون و برای کسانی که در جاده هستن. بیماری آلزایمر رو جدی بگیرید، فقط مسئله کاهش حافظه نیست، معضلات بسیار زیادی در بدن این افراد هست و خصوصا از نظر بینایی و درک بینایی اینها دچار مشکل میشن. و واقعا توصیه من به همه این هست با توجه به شیوع این بیماری خیلی زیاد بله. شده به موقع مراجعه بکنن تا اینکه ما بتونیم راهنماییشون کنیم چه کارهایی انجام بدن که براشون سیف باشه. بسیار ممنون. و جالب سیستم مغز و چشم هست که بله. با همدیگه اگه یه چشمی مشکلی داره اون یکی جور این یکی رو میکشه. اینش خیلی جالبه، یعنی به هر حال میبینیم در افراد که دو چشم کامل کار نمیکنه ولی یک چشم دیگر به راستی جرون یکی رو میکشه. خیلی ممنون. آیا در یک دقیقه باقی مانده مورد دیگری هست که دوست دارید یادآور بشید؟ بله دکتر هاشمی عزیز، خواهش میکنم. یکی از توصیه هایی که میشه برای افراد این هست که با توجه به این که خیلی از وقتی که در منزل خودشون این افراد در مرز خطر هستن، در مرز خطر افتادن هستن و اکثر این افراد افتادگیشون هم حتی در منزل خودشون هست، باید خونه رو برای اینها سیف کرد. در دستشویی خصوصا مشکلی که اتفاق میفته خیلی مواقع اینها سر میخورن و نمیتونن حتی اون توالت رو پیدا بکنن، به دلیل این هستش که وقتی کف تمام کاشی ها سفید باشه، اون توالت هم که معمولا سفید، دیوار سفیده، اینها اصلا نمیتونن پیدا کنن این رو. باید تمام رنگامیزی خونه عوض بشه و کلی باید تضاد ایجاد بشه. اگر برای این افراد ظرف و ظروف خریداری میشه، باید ظرف های بلوری و شیشه همه باید جمع بشه، باید از ظرف هایی که رنگ های پررنگ دارن مثل قرمز پررنگ، سبز پررنگ، اینا استفاده بشه. میز نباید شیشه ای باشه، میز باید تیره رنگ باشه یا چوبی باشه و کلا باید خونه رو دکوراسیونش رو همه چیش رو عوض کرد که سیف باشه برای این افراد. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما عزیزان بینندگان نازنین. باز هم یادآوری میکنم شماره خانم دکتر نفیسه هاشمی رو 818-387-6565 و وبسایت hashemiicare.com واقع در 5353 بلبوا بولوار سویت 110 و دقیقا نزدیک به فریوی وانووان. قد میدونیم حضورتون رو دکتر هاشمی عزیز و خسته نباشید میگم به شما. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565